با سلام و درود فراوان خدمت شما دوستان و همراهان عزیز، امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه. خب همطور که میدونید آقای جاستن ترودو نخست وزیر کانادا اومده در امریکا، در شهر نیویورک هست و میریم به برنامه کمدیش با آقای استوان کولبرت، برنامه لیت نایت شو که برنامه ساتایریست ها هست، حجوگرایی ها هست، افرادی که سیاست مدارا رو به چالش میگیرند و در نوع خودش برای مایی که در مسیر یادگیری زبان انگلیسی هستیم میتونه بسیار جالب باشه، مخصوصا تقابل این دو نفری که خب هر دو از طرف چپ سیاسی هستند و چطور حالا این دو نفر در کنار هم قرار میگیرند و نوع چیدمان کلامشون و تنظیم کلامشون میتونه بسیار جالب باشه. بریم به این مصاحبه جذاب. Thank you so much. Thank you so much. ممنون. Lovely to meet you. Lovely to meet you. خیلی از دیدارت خوشحالم. Never had an opportunity, never had the honor of meeting you before. Never had the opportunity, never had the honor of meeting you. خب خوب دقت کنید، همین ابتدای امر آقای استیون کولبر اول میگه خب never had the opportunity، هیچ وقت فرصت رو نداشتم که تو رو ببینم، ولی خب نخست وزیر آقای جاستین شد. سریع میاد تنظیم کلام میکنه و به جای opportunity میاد میگه never had the honor of meeting you. هیچ وقت این افتخار رو نداشتم که در خدمت باشم. میبینید حتی یک نیتیو سپیکر چقدر سریع میتونه خودش رو تأثیر بکنه، استفاده بکنه از کلمات تأثیرگذار برای یک ارتباط موثر. Thank you so much for being here tonight. Thank you so much for being here tonight. ممنون که امشب اومدید اینجا. I know you're in town for the UN General Assembly. Yes, I know you're in town for the UN General Assembly. میدونم که اومدی به این شهر نیویورک، این شهر ما، این شهرستان ما خیلی داون پلی می‌کنه. برای نشست مجمع عمومی سازمان ملل. Making the time. Oh, thank you for making the time. خوب دقت کنید. یه موقع فرد دوست شما به شما برمیگرده میگه I don't have the time. وقتشو ندارم. و شما میگی you have to make the time. خب سعی کن وقتش رو به وجود بیاری. این نیست که بگی وقت ندارم. هر وقت دیدید فردی گفت خیلی کار دارم کار دارم، معمولا این به خاطر اینه که برای شما نمیخواد وقت بذاره. و در انگلیسی اصطلاح قشنگی هست: If you don't have the time, you can at least make the time. حالا ممکنه وقتشو نداشته باشی، ولی حداقل میتونی وقت رو باز بکنی، چون دست خودته. و ممنون که این وقت رو باز کردی و اومدی به برنامه. Glad to be here. Glad to be here. خیلی خوشحالم که اینجا هستم. Now, do you guys get the show in Canada? Do you guys get the show in Canada? راستی برنامه من تو کانادا میبینید؟ Yes, we do. Good. Just make sure you know. Yes, we do. بله، بله، بله. برنامه‌تون رو ما تو کانادا میبینیم. برنامه‌اش خیلی مهمه. Might be part of why I'm here. Might be the reason I'm here. شاید هم به خاطر همین من اومدم اینجا. به هر حال میدونید که نه انتخابات کانادا نزدیکه و به هر حال حزب چپ خیلی به دنبال این هست که انتخابات رو از دست نده، بتونه دولت رو حفظ بکنه و البته خب میدونید که حزب راست هم بسیار فعال شده تو این چند ماه. Exactly. Canadians watch as well, you know. Canadians watch as well. آره کانادایی‌ها برنامه‌تو می‌بینن. So you're Canada's 23rd prime minister. You're Canada's 23rd prime minister. شما 23rd نخست وزیر کانادا هست. Fun fact, 23 prime number. Fun fact, 23 prime number. یه چیز نکته جالب بگم، بهش میگن fun fact. یه fun fact بهت بدم. یه نکته جالب اینه که 23 عدد اصل، عدد اوله، یعنی مخرج مشترک نداره. به دو تقسیم نمیشه، به سه تقسیم میشه. So you're truly a prime, you're prime prime. So you're prime prime. نکته جالب اینجاست که خب اعداد prime یا اعدادی که مخرج مشترک نداره رو ما تو انگلیسی بهشون میگیم prime. Prime numbers. عدد عدد اول. از اون برم نخست وزیر میشه پرایم مینستر. پرایم مینستر، نخست وزیر، وزیر اول. میگه پس دیگه تو دیگه واقعا شدی اول اول. First question is اولین سوالم اینه که cross my t's dot my i's, what do I call you? What do people call the prime? What do I call you? من چی صدات بکنم؟ Minister. Really depends on them. Really depends on them. هر جوری که دوست داری. I'm calling you Steven, so you can call me Justin. I call you Steven, so you can call me Justin. خب من که تو رو استیون صدا میکنم، تو هم میتونی بگی جاستن. این خیلی در واقع در آمریکا و کانادا میدونید که مثلا خود آقای اوباما
به حال افرادی که توی دفترش هستن ایشون رو باراک صدا میکنن با اسم کوچیکش، و خیلی شما میبینید در شرکت ها، کاخ سفید، جاهای مختلف، افراد در خارج از کشور ترجیح میدن شما اونا رو به کوچ اسم کوچیک صدا بکنید، نه اسم فامیلی که مثلا ممکن در ایران یا جای دیگه رسم باشه. بر همین میگه من که تو رو استیو میگم، منم به من بگو جاستن، ولی چون الان یک برنامه رسمیه به هر حال میدونید که این هم باز در آمریکا اصله که شما در یک جای رسمی باید رئیس جمهور رو با تایتل و در واقع لقبش نام بکنید، چون به هر حال یک نخست وزیر یا یک پرزیدنت، رئیس جمهور، منتخب مردم اون کشوره، و اگر شما اون فرد رو بخواید اون اسم رئیس جمهور رو در کنار اسمش قرار ندید، در واقع دارید بی احترامی به اون مردم میکنید، و این خودش خیلی نکته فرهنگی جالبی. I don't think so. نه نه نه، من که نمیدونم، حتما باید بگم آقای نخست وزیر. Mr. Prime Minister, is that Mr. Prime Minister? میتونم آقای نخست وزیر صداتون کنم؟ Actually, yeah, that's the formal way of doing it. Prime Minister, yeah. Prime Minister. Prime Minister. نه نه نه. Mister نگو. همون بگو Prime Minister. بگو نخست وزیر. Prime Minister. Prime Minister. Well, no, like Mister is an American thing. Mister. چون Mister is an American thing. جالبه. یه کانادایی داره به آمریکایی میگه که این Mister گذاشتن شما خیلی آمریکایی، میگید Mister President. خود President تایتله. و این نکتهش خیلی نکته جالبه برای دوستانی که شاید علاقمند باشن بدونن که تایتل یک حالا خانم یا یک آقا میتونه در واقع دکتر باشه، میتونه پرزیدنت باشه، و ما در آمریکا خب میگیم مدام پرزیدنت یا مستر پرزیدنت برای آقا و خانم. President, right? But the prime minister is apparently like doctor. So you prime minister is like doctor. چون نخست وزیر مثل دکتر یک تایتل هستش، یک لقبه. بر همین نمیتونید بگید مستر پرایم مینیستر. بهتره به من بگید پرایم مینیستر. چون خود پرایم مینیستر لقب. Actually, I have to say, Mr. Prime Minister. So you wouldn't say, Mr. Doctor. So you would say, Mr. Doctor. برای خب به هر حال برنامه کمدی دیگه. ایشون هم سریع یه دونه نمک می‌ریزه، میگه خب پس من چی بگم؟ Mr. Doctor بگم؟ No, you might, but you might. خب تو چون به هر حال دلغکی، بله قبوله. همینجا یه تیکه هم آقای جاستن برمیگردونه به استیون کولبرت. حالا بارها و بارها وقتی مصاحبه نگاه بکنید، کاملا از نظر گفتمان و چیدمان کلام میبینید چقدر این دو نفر در این حال که هر دو چپگرا هستن، ولی چقدر با هم حتی توی مصاحبه اون کلانداختن های متقابلشون دیدنیه. یادتون نره سیاست مدارا به هر حال افرادی هستن که بسیار در کلام خبره هستن و افراد مجری هم به همین شکل، و همین تقابل اینها خیلی موقع میتونه در نوع خودش جالب باشه. That's a new CBS show, Mr. Doctor, Lawyer. That's a new CBS show. فکر کنم توی کانال CBS که این برنامه تو اون کاناله، باید یه برنامه جدید بساریم که Mr. Doctor باشه. Let's get into the heat of the meeting. بریم سر اصلا. Here. We here in the United States, we love your Canadian musicians. We love your Canadian musicians. ما اینجا در آمریکا عاشق به حال افرادی هستیم که موسیقیدان هستن و کانادایی‌اند. Canadian comedians, we love. Canadian comedians, عاشق کمدین هایی هستیم که کانادایی‌اند. Your Ryans, both Gosling and Reynolds, and مثلا رایان گازلینگ که هنرپیشه هستش. But I don't know everything I should know. I don't know everything I should know. شاید همه چیزهایی که باید بدونم در مورد کانادا رو نمیدونم. یه آمریکایی داره به یه کانادا. About Canada. Imagine I come from a country that thinks mostly about itself. Imagine I come from a country that mostly thinks about himself. فکر کنم من از این کشوری اومدم که همش به خودش فکر میکنه، بقیه دنیا رو زیاد حساب نمیکنه. منظورش آمریکایی است. بر همین مردم شروع کنم بخند. And I hear really good things about Canada. I hear really good things about Canada. و میشنوم خیلی چیزای خوب در مورد کانادا. Sell me. کانادا رو به من بفروش. جمله معروف آقای لئوناردو دیکاپریو توی فیلم وولف آف وال استریت. Sell me this pen. خودکار رو به من بفروش. حالا کانادا رو به من بفروش. Canada's the best country in the world. Canada is the best country in the world. کانادا بهترین کشور دنیا است. I mean, like you see the scenes, like the beautiful mountains, the rivers, the lakes. The beautiful mountains, the rivers, the lakes. به هر حال کوه‌ها و درخت‌ها و رودخانه‌ها، ما کشورمون معروفه به این سینری ها و به هر حال مناظر زیبای طبیعی. Oh, Mount Majesty. Yeah, no. That was your thing. See, is that what you're trying to come to? Should we go coast to coast? We have the coast here as well. That's right. Yeah, we're going coast to coast. از مرز به مرز.
toe-to-toe with the Ruskies over all the resources up there. Yeah, that's a bit of a challenge there. But the a bit of a challenge there. می‌بینم که داری من گیر می‌دی. Challenge. That is a Canadian understatement. That's a Canadian understatement. ما در زبان انگلیسی یه overstatement داریم یا understatement. یعنی خیلی underestimate کردن آدم‌ها این دست کم گرفت. Overestimate این دست کم گرفت. Understatement وقتی شما چیز بزرگ رو کوچیک می‌کنی. Overstatement یه چیز کوچیک و علکی بزرگ. Heard it, sir. No, the thing is that everyone focuses on the land. But... Everyone focuses on the land. The thing is, everyone focuses on the land. مشکل اینجاست که همه وقتی در مورد کانادا صحبت میکنن اول میگن طبیعت زی. But really, Canada is about the people. It... But Canada is about the people. اما کانادا چیزی که کانادا رو زیبا میکنه مردمش. It's a range of people from every possible background. It's a range of people from all possible background. یک سری آدم ها هستن از تمام پیش زمینه های مختلف، از ملیت های مختلف، از فرهنگ های مختلف. Who come together که اومدن در کنار هم. And a little different from the melting pot in the United States. A little different from the melting pot of the United States. یکی متفاوت هم با این تفکر melting pot که آمریکایی باید باشی و رگت باید بزنی بیرون واسه آمریکایی بودن. کانادایی‌ها اینجوری نیستن. کانادایی‌ها مثل آمریکایی‌ها خیلی ملی‌گرا نیستن. اون به اون شکلی که آمریکایی‌ها هستن. It's where everyone gets to be American. Everyone gets to be American. یعنی هر کی میاد اینجا توی آمریکا تمام افتخارش اینه که من دیگه از امروز به بعد دیگه آمریکاییم. کانادایی‌ها اینجوری نیستن. کانادایی‌ها از اون فرهنگ‌هایی که اومدن رو تجلیل می‌کنن و بزرگ می‌دارند. We try to celebrate differences. ما سعی می‌کنیم تفاوت‌ها رو جشن بگیریم. People keep their cultures. مردم میتونن فرهنگشون حفظ کنن. Keep their languages. میتونن زبانشون حفظ کنن. And like when the Polish Prime Minister came to visit. مخصوصا که نخست وزیر لهستان وقتی اومده بود اینجا در کانادا واسه دیدن. He was super amazed and pleased. خیلی جالب بودش بود. شگفت زده بود. He said so many of the members of the Polish community continued to speak Polish. So many people of the Polish community continued to speak Polish. خیلی از افرادی که لهستانی بودن اومده بودن کانادا کماکان لهستانی صحبت می‌کردن. وقتی صحنه رو دید خیلی برای خودش جذاب و جالب. Even though they have been here for generations. علی‌رغم اینکه اونها نسل هاست که اینجا زندگی میکنن. Whereas در حالی که becomes American more than I've heard it described. Whereas here everyone becomes American. در که اینجا توی آمریکا افتخار همه اینه که دیگه فراموش کنن از چه ملیتی اومدن و بشن آمریکایی. بحث جالبیه در ما خودش به عنوان دو تا چپگرا کنار هم. That America is a melting pot and Canada perceives itself as a mosaic. چه تمثیل جالبی. پس اگر شما فکر میکنید ما استعاره آمریکایی و تفکرمون melting pot هستش، نقطه جوشمون هست، کانادا برعکسش خودش رو یک موزاییک میبینه. خوب دقت کنید، اینجا موزاییک به معنای اون چیزی که ما در زبان فارسی از موزاییک داریم الزاماً نیست. در زبان انگلیسی موزاییک بیشتر حالت یک کار هنریه که از رنگ‌های مختلف، کاشی‌های مختلف با رنگ‌های مختلف یک دیوار رنگی به وجود میاد. اون کانتیشنیه که انگلیسی زبان برای واژه موزاییک داره. در موزاییک or a tapestry or... حالا تو میگی موزاییک، من بهش میگم تاپستری. یکی از لغت‌هایی که باعث شد من عاشق زبان انگلیسی بشم همین لغت تاپستری هست. ما در انگلیسی یه لغتی داریم، مثلا شما فکر کنید ما فرش داریم، کارپت، قالیچه، راگ، این لغت ها. اما تو انگلیسی یه لغتی دارن تاپستری، فرش جات، بافندگی، دست باف. یه چیزیست خیلی لغت معنوی بزرگیست. میگه تو میگی موزاییک، حالا میتونست بگه کلاژ، که کلاژ هم در نقاشی یکی از تیکه های مختلف تشکیل شده. من اومد از واژه تاپستری است. چرا؟ چون فقط واژه تاپستری اون اینترووون بودن فرهنگ رو نشون میده. یعنی یه فرهنگی که در هم بافته شده. خیلی در نوع خودش زیبا بود. واقعا من که حس کردم. حالا اصلا مهم نیست که شما طرفدار ترامپید، طرفدار پیر پولیفید، طرفدار جاستین ترودوید، چپید، راستید. من همیشه سعی میکنم در ترجمه هام، در آموزش های زبانم
این رو در نظر بگیرم که هر کسی با هر نگاه سیاسی یا مذهبی یا نژادی یا قومی وقتی داره صحبت میکنه، نه فقط حالا کلامش انتقال داده بشه به مخاطب در یک زبان دیگه، بلکه بتونم اون انتخابهاش برای اون واژه ها رو نشون بدم به شما. حالا چه در ترجمه ترامپ من این رو دیدید که نگاهی فوق العاده راستگرا بود به ارتباط مؤثر، و چه آقای ترودو که خب چپگرا است. برای منم هیچ فرقی نمیکنه. به نظر من سیاست کلن چه قسمت راست شما قرار بگیرید چه چپ قرار بگیرید، همیشه افراد به خاطر منافعشون چیدمان کلامشون تغییر میکنه. و اگر یک فردی میتونه ارتباط مؤثر برقرار کنه، چه آقای ترامپ باشه، چه آقای ترودو، چه خانم کامالا، چه آقای پیر پولیف و چه دیگران، چه آقای پوتین یا دیگران، فرقی نمیکنه. مهم اینه که ما بتونیم درک بکنیم چرا اون فرد از این واژه استفاده. آقای ترودو هم اینجا خیلی زیبا از واژه تپستری استفاده میکنه، به این مفهوم که در واقع شما در زبان انگلیسی یه لغت دارید پوئم یعنی شعر، یه لغت دارید پویتری، اونم میشه شعر، ولی این لغت ابسترکت انتزاییه دیگه، فیزیکال نیست. برای همین شما وقتی میخوای بگید من شعر دوست دارم، میگید I like poetry، نمیگید I like poem. این نکتهش خیلی مهمه. و نکته جالب اینجاست که اینجا هم آقای جاستین ترودو میاد از یک واژه ابسترکت و انتزاعی استفاده میکنه، مثل تاپستری. میگه من چیزی که میبینم موزاییک نیست، بلکه یک فرش دست بافته به نام کانادا که از تار و پودهای ملیت‌های مختلف درست شده که در کنار هم اینترووون شدن و در کنار هم همبافته شدن و یک فرش زیبایی به نام کانادا و جامعه کانادایی به وجود آورد. در نوع خودش سیده جالب بود، به رغم اینکه شما چپ یا راست باشید، تمثیل بسیار قوی میکنید. Oh yeah, we just the differences not just regional because you guys have those as well. The differences not just regional. من نمیگم تفاوت ها نیست. شما هم دارید تفاوت های منطقی. به هر حال آمریکا و کانادا دو تا کشوری هستن بسیار پهناور. ما کمتر کشوری تو دنیا جز روسیه و چین داریم که کشورهایی هستن که شرق تا غربش با هواپیما 5 ساعت طول میکشه. برای همین کشورهایی هستند که بسیار پهناور هستن و گوناگونگی فرهنگ‌ها در این کشورها هم تازه بسیار زیاده، از همه جای دنیا میان به این دو تا کشور. Well, but differences in stories, differences in perspectives. Differences in stories, differences in perspectives. داستان‌هاشون با هم فرق می‌کنه. نقطه نگاهشون، پرسپکتیوشون با هم فرق می‌کنه. نقطه نظرشون با هم متفاوته. Every day you meet a Canadian, you get to hear a different approach to every day you hear a Canadian you hear a different approach. هر وقت به کانادایی گوش میدی یک صدای جدید و متفاوتی میشنوی. Life a different you know take on the values we have a different take on the values we have. همشون یک برداشت منحصر به فرد خودشون رو دارن نسبت به ارزش هاشون. On the things that we love it's on the things that we love. چیزایی که دوست داریم. It's an amazing country. کشور فوق العاده ایه. I really encourage you to come up and see more than just for the maple syrup and mountains. I encourage you to come and see. من توصیه میکنم حتما بیای کانادا رو یه سر بزنی و فقط هم فکر نکنی که ما کوه، ماونتن و حالا اینجا مرات نظیر به کار میبره. با میم یه لغت دیگه هم به کار میبره که تو کانادا زیاد به کار میبره. Maple syrup. کانادایی ها معروفن به این در واقع میپل و جوسی که از درخت های این سیرپ، این جوسی که از درخت های افرا، اگر اشتباه نکنم به فارسی شما میگید، درخت افرا و درخت میپل میگیرن که اینا رو روی پنکیکاشون مثل عسل میریزن و صبحا میخورن و تو دنیا معروفن به میپل سیرپشون، شربت میپلشون. I worked in Vancouver and Toronto. من خودم ونکوور و تورنتو کار کردم، میدونم داری چی میگی، ولی دیدید که بازتاب هزار چقدر زیاد بود بخاطر اینکه آقای جاستین ترودو خیلی مسلط این قسمت رو تونست پاسخ آقای استیون کولبرت بده که علیرغم اینکه چپه، ولی کاملا مشخص بود که حالت چالشی این مصاحبه رو با آقای ترودو ترتیب داد. So you're our closest ally. You are our closest ally. شما نزدیکترین یار ما هستید، همدست ما هستید در دنیا. Canada. We stand, you know, shoulder to shoulder. We stand shoulders to shoulder. ما شونه شونه کنار هم قرار گرفتیم، آمریکا و کانادا. You know, facing the world and the challenge. Facing the world. روبرو شدیم با جهان و challenges، چالش هاش.
challenges of the world. I'm sure you're talking about a lot about the UN. What? I'm sure you talked about that a lot in the UN. در مورد این خیلی صحبت کردی توی سازمان. What do we fight over? What do we fight over? اما از اینجاش بسیار جذاب میشه. ما آمریکایی و کانادایی دعوامون سر چیه ما دوتا کشور؟ Because we don't think of ourselves as fighting. Because we don't see ourselves as fighting. خودمون نمی‌بینیم که جنگی هستیم. With you guys. What are خودمون که نمی‌بینیم در جنگ با شما باشیم. What's the big, is it soft lumber tariffs? Is it soft lumber tariffs? آیا این حرفاییه که در واقع روی چوب گذاشته شده که الان آمریکا روی کانادا گذاشته؟ Fishing rights, حقوق ماهیگیرانه که کانادای مدتی با اسپانیا یک چالنجی داشت توی ایالت‌های شرقیش، توی نیوفاوندلند، نیو برانسویک، نواسکوشا. These are issues. آره، اینا همه موزله. But there are always small issues that matter. I mean, there are always small issues that matters. یه مشکلای کوچیک هست که به هر حال مهمه. Matters. You guys are paying too much for your lumber. You guys are paying too much for your lumber. شما برای چوب خیلی دارید پول خرج میکنید. Because you've got tariffs on it, and that because you've got tariffs on it, but که تعرفه روش گذاشتی. Doesn't make any sense. And doesn't make any sense. و اصلا ما کانادایی‌ها نمی‌فهمیم چرا شما این تعرفه رو روی چوب گذاشتی توی آمریکا. We keep trying to point that out for you. We keep trying to point that out to you. ما همش داریم سعی می‌کنیم این قضیه رو یه جوری تو مغز شما آمریکایی‌ها بکنیم که این تعرفه رو چوب اشتباه است. Right. We'll keep working on that. We'll keep working on that. فعلا روش فعلا کار می‌کنیم. We come up to you guys to get cheaper drugs. We come up. حالا پاسخ آقای انگار رینگ بوکسه. در نوع خودش خیلی جالبه. آقای استیون کولبرت هم کم نمیاره. میگه البته ما هم که خب توی کانادا، توی آمریکا بلند میشیم میایم کانادا که از شما در واقع دارو و مواد مخدر، یه لغت مشترکی هست بین دارو و مواد مخدر که میشه drugs، که آقای استیون کولبرت خیلی زیرکانه این لغت رو به کار برد. چرا؟ چون خب حالا این داستان خیلی طولانی داره، فقط در این حد من بهتون بگم که این داستان رفتن سیگار خریدن از به قول معروف آمریکا یا کانادا و به این ور اون ور بردنش داستانی است طولانی در آمریکا و کانادا. هر بار قیمت‌ها متفاوت میشه آمریکا یا کانادا، یا اولین کاری که میکنن میرن اون یکی و شروع میکنن باکسای سیگار خریدن و از این ور مرز جابجا کردن. Yeah, we come over the border for cheaper drugs. You guys okay with that? You guys are okay with that? شما با این مشکل ندارید؟ البته اینکه کانادا در واقع سیستم سلامت داره که خب خیلی داروها مدیکر به صورت رایگان در اختیار مردم قرار میگیره و در آمریکا اینطور نیست. Happy to try and help you out, but it'd be really easier if you guys had universal healthcare. It would really help if you had universal healthcare. ما بهتون کمک میکنیم، ولی مشکل اینجاست که شما توی آمریکا بحثی که بین دموکرات ها و جمهوری خواه 50 سال راه افتاده که در آمریکا در واقع ما مدیکر مثل کانادا نداریم، یعنی بیمارستان رایگان نیست، و میگه که کاش که شما به حرف دموکرات ها گوش میدادید و شما هم یونیورسال هلت کیر یا در واقع درمان رایگان برای مردم رو قانونی میکردید. و دوباره میبینید هزار چه تشویقی. به هر حال این نظر سیاسی دموکرات هاست و ایشون خیلی قشنگ به حال میدونه حضاری که آقای استیون کولبرت دارن اکثرشون چپ هستن و کلامشو چقدر خوب تنظیم میکنه که بتونه این حضار رو با خودش حفظ کنه توی مصاحبه‌ای که آقای استیون کولبرت داره دیوولز ادوکیت بازی میکنه، داره وکیل شیطان بازی میکنه و سعی میکنه که به حال چالش و به چالش بگیره آقای ترودو. No offense, it's delicious. خیلی به کار میره. یعنی بد بر نخوره. The wrong name for your bacon. That's just a slice. It's the wrong name for your bacon. آقا، اصلا بریم سر این قضیه ای که شما گوشت خوکتون، بیکنتون رو اشتباهی در واقع اسم گذاری کردید. یعنی کاملا آقای استیون کولبرت بی خیال نمیخواد بشه. میخواد در واقع نشون بده که به عنوان یه آدم متکلم چقدر تسلط کلامش از آقای ترودو قوی تره، ولی هی داره کم میاره. It's a ham what you guys got. این چیزی که شما دارید بیکن نیست، همه. You call it Canadian bacon. شما بهش میگید بیکن کانادایی. Your bacon is in long strips. Your bacons are long strips. مال شما خیلی علکی درازه. Yeah, I accept your apology. I accept your apology. من قبول میکنم که عذرخواهی کردی. در واقع آقای استیون کولبرت کاملا کم آورده جلوی ترودو و دیگه نمیتونه. این حالا یه به هر حال چیزایی هست که ما در ایران خودمون هم داریم. وقتی کسی حاضر جوابه دیگه نمیتونه جواب بده کاملا مشکوک میشه، برای حضارم کاملا معلوم.
و نکته جالبی که این یک کلیه بین آمریکا و کانادایی ها، کلا وقتی آمریکایی ها میخوان کانادایی ها رو مسخره کنن میگن کانادایی ها همش میگن سوری سوری، عذرخواهی میکنن. میگه آره فکر کنم تو میخواستی اینو به من بگی که ما کانادایی خیلی عذرخواهی میکنیم، بر همین داری میگی من عذرخواهی میکنم، ولی بدون که نه واقعا باید عذرخواهی کنی چون کم آوردی. Apologize for that. All right. But I won't apologize for that. من عذرخواهی برای بیکنمون نمی کنم. کاملا یک ضربه ناک اوت رو به آقای استیون کولبرت. See how it goes. See how it goes. خب ببینیم این مصاحبه میخواد تا کجا بره. مشخصه که همون ابتدا شمشیرا رو از جلو بست. One other thing that one moment of conflict between our countries is how. ولی یه نکته که حالا بین ما که دو تا کشور برخورده. How often we get your coins back accidentally. How often we get your coins back. آقا همش تو کانادا ما گرفتار این سکه های شما شدیم. باز یه نکته بسیار جالب که خب در کانادا یه دلاری سکه است و دو دلاری هم سکه شده و این برای آمریکایی‌ها خیلی عجیب بود، مخصوصا من یادم وقتی دو دلاری به وجود اومد فکر کنم سال 98 بود 99 بود میلادی که کانادایی‌ها تصمیم گرفتن دو دلاری اسکناسشون رو بکنن سکه. کانادایی‌ها برای خب آمریکایی‌ها به یه سنتی میگن پنی، به 5 سنتی میگن نیکل، به 10 سنتی میگن دایم، به 25 سنتی میگن کوارتر، ولی دیگه در واقع برای یه دلاری و دو دلاری لغت ندارن، کانادایی‌ها دارن سکه. برای همین کانادایی‌ها بودن که این لغت لونی و تونی رو وارد انگلیسی کردن که به یه دلاری میگن لونی و به دو دلاری میگن تونی. The Donnelly. You know, we get the Canadian pennies and the Canadian quarters and stuff like that. And we get the pennies and the quarters. ما همش پول کانادایی یه سنتی، به هر حال کانادایی‌ها که میانه میرن پولاشون که میمونه یا تو دستگاه اشتباهی میندازن اینا رو ما جمع باید بکنیم. That. And I've got a bag here. Man, I got a bag here. من یه کیسه‌شو آوردم اینجا مثلا. Yes. That I was hoping I could repatriate. If I could repatriate, I got some toonies and some loonies. I got some toonies and I got some loonies. Yeah, let me $2 you, $1 دارم. Toonies and loonies. There. If you could just later, if I could just give an exchange. What's your exchange rate right now? What's your exchange rate? البته باید بریم ببینیم که تو میخوای با چه نرخی این دلار رو واسه من عوض کنی، تبدیلی بکنی. Okay, we'll figure something out. یه مشکل با هم حل میکنی. You also have monarchs on. You also have monarchs. راستی شما شاه دارید، ما شاه نداریم. خب اینم نکته جالبیه که به هر حال آمریکا انقلاب خودش رو در 4 جولای 1776 در جنگ با انگلستان به دست آورد و به عنوان استقلال از به هر حال سلطنتی انگلستان. کانادا که اینجوری نبوده، کانادا هنوزم ارادت داره به سلطنت انگلستان و به عنوان Commonwealth Countries، کشورهای مشترک الملافع، عکس ملکه انگلستان تا زمانی که خانم الیزابت دوم زنده بود و بعد از اون عکس آقای کینگ چارلز روی پولاش باید قرار بود. On your yes money, yes. On your money, رو پولتون. The queen until she sadly recently. The queen until sadly she recently. تا اخیراً بسیار ناگوارانه ملکه فوت کرد. Died. What happens to the money after one? Is that all just burned? The queen money and you have to get. What happens to the money? برای پولتون چه اتفاقی میفته؟ Does that all burn? همه رو میری بیسوزونی پول قبلی رو. All new king money comes. King money پول شاهی میارید. اینجا باز داره تیک میزنه. They'll phase in the king money, but yeah. They'll phase in the king money. نگران نباش. پول شاهی آروم آروم وارد میشه. I don't know. من نمیدونستم. We no longer have a monarch. We don't have a monarch. ما شاه که نداریم، شما شاه دارید. Yeah, you still have Lincoln on your penny, don't you? بله خب لینکن که عکس لینکن که رئیس جمهور آمریکا بوده، آقای ابراهام لینکن که رو پولاتون میزنید. Yeah, but it's not hereditary. Yeah, but it's not hereditary. اما خب موروثی که نیست. کلینتون آقای ابراهام لینکن isn't also on the new money. پسرش که نمیاد شاه بشه که. Yeah, that's a good point. That's a good point. آره، that's a good point. آره، خب تو یه امتیاز گرفتی در حاضر جوابی. باری کردی. We have to take a quick break. میریم یه استراحتی میکنیم. دوباره در خدمتون هستیم با مصاحبه آقای جاستین ترودو و آقای استیون کولبرت. Mr. Justin Trudeau, everybody. Stick around. Stick around. یعنی باشید، در خدمتون خواهیم.